شما خاطرتون هست کلا ما دو تا شبکه بیشتر نداشتیم، شبکه بله. یک داشتیم و شبکه دو یه ساعتم 11 به بعد برفک برفک میشد. بله یک سریالی تازه تلویزیون خریده بودیم، برفک هم نگاه میکردیم. بله یک سریالی پخش میشد به نام میشل استروگوف، نمیدونم اگر که شنیده باشید. ما همه مینشستیم، فامیل مینو یه دونم تلویزیون بود از اینایی که مثل کمد بود، مینشستیم یه روبم طول میکشید تصویرش بیاد بالا، یه 10 دقیقه فیلم میرم، درست آخراش که دیگه میخواست بره به قسمت بعدی برسه، همین مهمان مورد نظر شما برادر بنده ایشون دقیقاً سکانس پایانی رو فکر کنم مثلا دور و بر 6 سال 7 سالش بود میشناخت، سکانس پایانی اومد وای میساد جلوی تلویزیون، دستشم میزد به کمرش، مام جیغ و داد، نتیجه رو نمیذاش ببینیم، تکرارم که نداشت هیچ چی دیگه، میرفت تا هفته بعد ما نمیدونستیم این اونو کشته اون اینو برده، خلاصه آره یه داستانی داشتیم ما سر هم دیگه رو شکستیم. اون تا سرحد شکستن اون آره، ولی من نه اون رفت. بله با پرتاب ماشین های اسباب بازی. شما بزرگترین؟ بله 5 سال. 5 سال بینتون فرق میذاشتن؟ مثلا اون کوچیکتره تحتقاریتره بیشتر دوستش داشته باشم؟ من یه همچی چیزی حس نمی کردم، ولی یه تفاوت های بالاخره هست دیگه. فکر کنم وقتشه تشکیف بیارم. سلام علیکم. سلام علیکم آقای شکرپنیر، مخلص قربون شما. آقای عبدی همیشه خوش آمدین. قربون شما، همیشه فرستر از من این، هر دفعه اومدم دست شما رو ببوسم خوردم به شکمتون. خدا نکنه سری میکشین دستو. آقای عبدی من شما رو که میبینم یه هفته کامل حالم خوبه. دستتو بسیم، برای اینکه شما اصلا دیدنتون جیگرتو برم، برای من خیلی عجیب غریب دوست داشتنی و قلبیه، اینو به خدا از تای دارم. ما زیر آسمان شهر رو حتما دیدین دوستان، ما جز افتخاراتمونه تو رزومه در خدمت ایشون، بازیگر ایشون بودیم، گوشمون در اختیار ایشون بوده. اون روزی که آقای عبدی قبول کردن که توی زیر آسمان شهر بازی بکنن، من کل کوچمون رو چراغونی کردم. از همینجا معلومه چه کام میکنیم. نه اصلا اینقدر چراغ نیست، چون کوچهشون کرک یک بادان، اصلا کوچه نداره. خیلی بلوکمون رو میگم دیگه، از بلوکمون این ریسه ها انداختم پایین. آقای عبدی من یه کادویی برای شما آوردم که قابل شما رو نداره، نگاه کنین. وای این تولد تولدته. آره تولدت زیرا قابشو ببین چقدر جیگره. من تولد 42 سالگیمه، با آقای اکبر عبدی داریم کیک فوت میکنیم. مگه الان چند سالته؟ الان 43 سالمه. نه همین پارسال بود. بله. راست میگه، میگم این چرا پس موهای من سفیده، پارسال بوده. تبلیغات هم نشون میده اون پله هم. بله یه خاطره دیگه هست، اونو بعد حتما تعریف کنی. چشم. پلیس داشتی با ماشین میرفتی، اون ماشین خوشگله کورکیر هم داشتی. خب پلیس میگه بنز بزن کنار، بنز بزن کنار. آقا مهران تو آینه میبینه گاز میده. آره بعد تو تعریف کنی، گاز میدی در میریم. خب بعد گیرت میارم. خب یه اون بخواست بگم پجاید نه. بعد مهران این ماشینه رو همه جا میماله، جدول و اینا که در برد دستیم. توی خیابون بنبست گیرش میندازن دیگه نمیتونست بره. از میگه آقا چیه من کاری نکردم. میگه بابا کاری نداریم، میخوام دوتا عکس باید بگیریم. یاد میاد اومد سر کار، دیدیم ماشینه لک و لوچهش اینجوری شده، گفتیم چی شد؟ گفت اینجوری شد. من وای نستم میگم آقا چی کار کردم.
هی در رفتم، فکر کردم ورود ممنوع اومدم یا چراغ اومدم، حالا اینا الان میخوان جریمه کنن و وایسونن. ما هممون اینجوریم دیگه، قبل از اینکه گواهی نامه بگیریم 2,000,000 بار سوار ماشین میشیم قایمکی. بابام که میخوابید ماشینشو میدوزید. آره، بعد خورخورش در میومد، چون صدای سویچ که از جیبش در میومد دیلینگ میگفت بذار سر جاش، از تو اتاقا میذاشت. بعد خورخورش بلند که میشد در اتاق میلرزید. تفلیم مادرت بگو. آره، اون یه اتاق دیگه میخوابید. بنده خدا وقت نکردن هم دیگه رو ببینن اصلا. بعد ما دیگه جدا شدن، یعنی اون بعد دیگه خورخوراش اذیت میکرد. آره، بعد سویچو بلند میکرد. بله، از جیب بابام بلند کردم. ماشینش چی بود؟ پیکان بود. آه، بله. مدلش چی بود؟ 58 شیری کارلوکس بود. آره، دو لوکس. من یادشون نمیاد، یادتون میاد؟ خوشگلم بود. آره، خیلی ذهن مشکی داره. من یادش میاد، ذهن مشکی داره. بعد من این ماشین یه بار دزدیدم با یکی از رفیقام، اسمش سعید باقری بود. این همیشه در کوچه ما منتظر بود من با سویچ بیام. این آقای باقری رو الان میبینیش؟ نه، خیلی وقت مهدی دیدتش. ولی سعیدو کارش چی الان؟ بازیگر نیست؟ طراح و گرافیست و خب. بعد سویچ رو برداشتم، ماشین رو میدازیدیم؟ بله، ماشین رو خلاص میکردیم تا سر کوچه که صدای استارتش هم نیاد. قول میدادیم مینشستیم دوزم اینجوری نمیتونه ماشین بلند. بله، یه جوری هم ماشین میدازیدم انگاری خیلی رانندم، فقط مستقیم بلد بودم برم. چون بولوارمون هم خیلی دراز بود، یه بار سر میرفتم یه بار ته ماشین رو میذاشتم دم در. یه بار که داشتم میرفتم پهنم بود دیگه، بولواره از این سر بود تا اون ته خیلی پهن بود. یه دون من در از خط یک داشتم رانندگی میکردم، اون ور تو پارک یه دونه این نیسان آبیا بود، تو ذهنم گفتم نزنم بهش یه موقع، اون ور بود من اینجوری تخ دادم بهش. مگه مریضی؟ به خدا قسم اون ور بود، من این ور گفتم نزنم بهش. چرا فرمونو گرفتی اون ور که نزنی بهش؟ حالا ما زدیم به اینو گازم می ترمز نمی کردم که باشه بمالی از سر تا تن رد شه برد به تهش اینجوری قه قه تا تهش جر دادیم. بعد وایستادم خودم اینجوری بودم، سعید رانندش که نبود؟ گفت نه. گفتم بذار دریم. گفت پیاده اب نیاکنیم. بعد که زدیم سعید پیاده شد، گفتم سعید ماشین؟ گفت نصفش پاره شده. بعد اومد بشینه اللهی در، دیدم اون زه بغل ماشین رو زمینه، گفتم اونو بردار. ورداشت درو بستیم رفتیم سر شرک دور بزنیم که بذارم در خونه برم خونه خالم، چون دیگه نمیتونستم. یه مدت بعد متوالی میشد رفتیم سر شرک، یکی اینجا میخواستم دور بزنم، یکی اون بر بلوار داشت میرم، دور زدم، زدم به یارو اون بر. یعنی به خدا آقای عبدی میگم به خدا، خدا وکیلی یارو اینجوری میدویی؟ به خدا منم یعنی به خدا آقای عبدی رفتم زدم وسط ماشین زدم. بعد یعنی تصادف به این خنده‌داری به این شادی دیده بودیم؟ به خدا حالا تو همه اینا من از ترس به خودم ترسیده بودم واقعا. آقای عبدی بهمن بود اسمش، دوستمون بود، بچه های هم شهرکی بودیم دیگه تهران سر. بعد این سعید پیاده شد، بعد اینکه زدم به یارو به بهمن رفتم روی دست انداز، فکر کردم زدم به شروش رد شدم. بعد حالا الان بهمن اون زیره. آره بهمن له شد، نمیدونستم بهمنه، چون یارو پشت جمعش به من بود میدوید. بعد زده بودیم من رو کاپوت، افتاده رفته و دون. بعد چیز شد، به سعید گفتم سعید برو ببین چشه. سعید این زهه دستش بود، حالا از نگاه یارو،
یارو فکر کرده ما دو نفریم میخواییم بکشیمش، حالا که نمورده پیاده شدیم با چوب بزنیم. یارو در میرفت میگفت چرا؟ چرا؟ به خدا هی میگفت چرا؟ چرا؟ گفتم بهمن بهمن بیا ما کاریت نهاریم. گفت داره خدا من کار. بعد یه من رو دیگه مهران توی داشتی میگوشتی مونده داشت. به خدا بعد آقای عبدی من دست حالم آوردم. بعد به خدا آقای عبدی من بعد آخرش هم ماشینی دادیم همون بهمن ببر جلو خونه بابام، چون اون به بعدش دیگه قرار بود به همه بزنم دیگه. یعنی گفتم اونجا زدی به اون نیسانه اون ته دور زدی دنبال یارو تکی اون زدی بهش. مگه داریم آخو حالا از اینجا به بعدش که مهران نبود که بهمن اومد در زد، من در رو باز کردم، حالا از اون بالا من نمیدیدم، بعدم اینجوری بود آقا متیه دقیق بیدم در گفتم که گفت بهمنم، گفتم چی شده، اومدم پایین نگاش کردم این وایستاده بود جلوی ماشین، جلوی همون جایی که از سر تا تپ پاره شده بود. خب من اینا نمیدونستم چون من یه هفته رفتم خونه خالم. آره دیگه. آره بعد گفتش که مهران با ماشین زده به من، من کپ کردم، گفتم تو زده به تو، ماشین جر خورده بعد تو سالمی؟ گفت نه اول زده بود به وانت. گفتم دیگه به کجا زده؟ گفت نه الان، گفتم الان خونه خالمه، گفت آره، گفتم میدونم، گفتم بابا، گفت ماشینو زده، گفتم دیگه همه چی، چون سابقه تاریخی داشت و بعدش یه هفته نبود. آقای عبدی بابای من هر موقع هر مسئله پیش میومد یعنی میومد بیرون از در خونه، میومد بیرون نارنگی دستش بود میخورد، یعنی فصل نارنگی هم نبود باز درو با میکنم یه نارنگی داشت میخورد. بابا بابام از کجا میومد نمیدونم، یعنی همیشه نارنگی میخورد. یه بار من تصادف کرده بودم که اومد بیرون، رفیقم با ماشینش اومده بود، اصلا سراغ من نگرفت، من پشت قایم شدم، سرم شکسته بود منو نبینه به ترسه، اصلا منو نپرسید، گفت مراقب رانندگی باش، رفت و من اومدم بودم بابا من سرم شکست. اون موقع هم باش داشت نارنگی میخورد، همیشه نارنگی میخورد بابا. خدا بیام خدا رحمتش کنه. برخورد مردم، برخورد با مردم، ما خیلی خاطره داریم. من یکی دو تاشو اگه بگی چشم. یه چیزی من چون خاطره پدرمو میگم همیشه اینو میگم، واقعا واقعا اینو بهش رسیدم، یعنی من تا 30 سالگی فکر کنم یه خورده عقلم واقعا کم بود، از 30 سالگی به بعد احساس کردم تازه یه خورده عاقل دارم میشم، اگر الان عاقل حسابم بکنین. من تازه از 30 سالگی به بعد، یعنی خیلی دیره آقای عبدی، که قدر پدر مادرمو بیشتر دونستم، و از موقعی که پدرم واقعا رفت اصلا هنوز که هنوزه با خانومم میشینیم و حسرت میخوریم، یعنی پدر خانومم هم فوت کرده و حسرت میخوریم که کاش پدر یکیمون حداقل زنده بود که ما این پدر رو احساس میکردیم تو زندگیمون. برای همه پدرهایی که از دنیا رفتن و داخل دنیا تشریف دارن و انشالله عمرشون بیشتر باشه و همیشه بالای سر بچه هاشون باشن، یه دست بزنیم. در مورد برخورد مردم، بعد توی میدون ونک مثلا هیچ وقت اونجا پیاده نیستم، همیشه با ماشینم. آقای اکبر خمسه، این آقای علیرضا عبدی چطوره؟ آخه من که اصلا یه بار جای شما امضا دادم به خدا، توی کیش بودیم، حالا اینم میدون ونکرم یادتون باشه بگم، تو کیش بودم یه آقای اومد جلو گفت آقای عبدی امضا بدم بدین، گفتم که من عبدی نیستم، که آقای عبدی امضا بده، گفتم اکبر عبدی، گفت بله بله آقای عبدی من عاشق فیلماتم، گفتم نگاه کن یه خورده، گفتش که آقای عبدی عاشق بیشتر دوستم داشته، میگفتم نگاه کن. بعد داشتم امضا میکردم گفتم بنویسم اکبر عبدی، گفت بله بله نوشتم اکبر عبدی امضا کن، رفت خوشحال. یه بار تو میدون ونک من پیاده شده بودم، نمیدونم چی شد، یه آقایی بود خیلی کچلواری، خیلی با کلاس بود، سنش هم زیاد بود، مثلا چه میدونم 50-60 سالش بود دیگه، یه آدم جا افتاده با کلاه و عصا و مثلا خیلی با کلاس، اینا که کت و جلیقه و زنجیر ساعت، اصلا حال کردم. یه گفت
آقای غفوریان سلام علیکم. منم وقتی که اینجوری میشه آقای عبدی وقت میذارم میبینم خیلی باکر یعنی دارم میرم میگه مثلا نمیگم سلام علیکم فلا گفت آقای غفوریان سلام علیکم سریع برگشتم گفتم سلام علیکم خوب هستین رفعه مخلصین گفت خیلی واقعا لذت میبریم گفتم قربون شما محبت دارین نگاه میکنم کیف میگم چه آدمی دارم من تعریف گفت واقعا مسخره بازیاتون خیلی قشنگه بعد گفتم خیلی ممنون متشکرم گفت شما خودتون از همه مسخره ترین خیلی ممنون با عزتتون خدا یعنی نمیدونستم داره تعریف میکنه یا داره به 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 سلام